سرخط اخبار، سقوط شدید سهام سافت بانک. تسلا موفق به وارد شدن به لیست S&P 500 نشد. بوریس جانسون تهدید به خروج از مذاکرات برگزیت کرد. رشد صادرات چین، تهدید آلمان برای توقف خط لوله گاز نورد استریم 2. و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار، آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیس. امروز دوشنبه 7 سپتامبر 2020 برابر با 17 شهریور ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: سقوط سهام سافت بانک. سهام سافت بانک در پی گزارشی مبنی بر اینکه این شرکت یکی از بازیگران اصلی در رشد تابستانی شدید در سهام فناوری ایالات متحده بوده است، 7.2% سقوط کرد و به کمترین حد در 2 ماه گذشته رسید، در حالی که به نظر میرسد بیشتر معاملات این بانک هنوز در سطح سودآوری هستند. این گزارش با نارضایتی از استراتژی و مدیران سافت بانک عمل کرده قوی بازارهای سهام را از ماه مارس تهدید کرده است، از زمانی که مؤسس آن ماسایاشی سان با سرمایه گذاری در سهام ضعیفتری ماننده ویورد و اوبر موفق شد تا پول نقد سهامداران را بازگرداند، سهام آن بیش از 2 برابر شده است. سافت بانک به عنوان نهنگی که بازارها را به حرکت درآورده است، اکنون هدف بزرگتر و آسانتری برای شرط بندی دیگران است. خطر برگزیت برگشته است. خطر برگزیت پس از گزارشی مبنی بر آماده سازی قانون جدید انگلیس که ادامه تجارت آن با اتحادیه اروپا پس از پایان سال جاری را غیر ممکن می کند دوباره برگشته است. فاینانشال تایمز گفت که برای برنامه‌های جدید نخست وزیر بوریس جانسون نیاز به یک مرز سخت در جزیره ایرلند را احیا می‌کند و مصالحه توافق شده در توافقنامه خروج ماه اکتبر گذشته را لغو می‌کند. توافقنامه خروج به انگلیس اجازه داد در ماه ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شود، اما حق دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را تا پایان سال 2020 از دست ندهد. اتحادیه اروپا میگوید که اصول زیربنایی این توافقنامه از جمله پذیرش قوانین اتحادیه اروپا در بخش عمده‌ای از اقتصاد توسط انگلیس، پیش شرط هر گونه توافق در آینده در مورد روابط آنها می باشد. پوند بعد از این اخبار 0.9% در برابر دلار و یورو سقوط کرد در بازارهای سهام، اما سهام اروپایی از جمله یوکی 100 رشد داشتند. در بازارهای امروز یوکی 100 2.3%، داکس آلمان 1.9% و سی ای سی 40 فرانسه 1.7% رشد داشتند. این در حالی است که بازارهای سهام چین تحت تأثیر گزارش تحریم‌های جدید سقوط کردند. با بسته شدن بازارهای ایالات متحده در تعطیلات روز کارگر، تمرکز روز دوشنبه معطوف به آسیا و اروپا بود که عمدتاً راه‌های جداگانه خود را طی کردند. شاخص‌های چینی پس از گزارش‌هایی که حاکی از آن است که ایالات متحده در صدد اعمال مجازات بیشتر بر روی تولیدکننده‌های تراشه‌های نیمه‌هادی چینی است، تا 2.7% کاهش یافتند و محدودیت‌های صنعت فناوری پیشرفته چین را بیشتر کردند. البته کمی بعد این رقم تحت شعاع عمل کرده بسیار قدرتمند صادرات چین در ماه آگوست قرار گرفت. صادرات 9.5% نسبت به سال گذشته افزایش یافت که بزرگترین رشد سالانه آن از
آوریل 2019 است. با این حال پالایشگاه ها و بازرگانان کشور پس از پر کردن مخازن ذخیره سازی خود با قیمت پایین تر نفت در اوایل تابستان واردات نفت را 2.1% کاهش دادند. اما در انتها بازار امروز نیکی ژاپن و هانگ‌سنگ 0.5% از دست دادن و شانگهای با 1.9% ضرر بسته شد. ماسک بر روی صورت S&P ننشست. رالی خیره کننده تسلا در سال جاری برای متقاعد کردن شاخص استاندارد اند پور برای وارد کردن آن در شاخص معیار خود S&P 500 کافی نبود. کمیته تصمیم گیری ترکیب این شاخص در روز جمعه تشکیل جلسه داد و سه شرکت تازه وارد دیگر را تایید کرد، اما از تایید این شرکت خودروساز برقی سر باز زد و طبق معمول معیارهای انتخاب خود را توضیح نداد. تحلیلگران حدس زدند که نوسانات شدید سهام در سال جاری همراه با عدم اطمینان از سوداوری مشاغل اصلی آن میتواند S&P را از وارد کردن آن در لیست خود منصرف کند. سهام تسلا در معاملات بعد از ساعت جمعه پس از اعلام این خبر 6.3% سقوط کرد. روز دوشنبه به دلیل تعطیلات روز کارگر بازارها تعطیل میباشند و باید رفتار آن را فردا بررسی کرد. سهام این شرکت از ماه ژوئن زمانی که حدس و گمان در مورد لیست شدن آن در شاخص S&P بالا گرفت بیش از 2 برابر شده است. آلمان نورد استریم را تهدید می کند و روبل سقوط. روبل روسیه ضعیف شد و سهام شرکت مهندسی سایپم به پایین ترین سطح در 1 سال گذشته رسید، زیرا خشم بیش از حد از مسمومیت الکسی ناوالنی سیاست مدار مخالف به کرملین باعث شد که دولت آلمان برای اولین بار به این نکته اشاره کند که می‌خواهد پروژه خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 را کنار بگذارد. وزیر امور خارجه آلمان هایکو ماس در آخر هفته در مصاحبه گفت که امیدوار بود آلمان مجبور نشود به خاطر حادثه ناوالنی مجبور به تحریم این پروژه شود. این پروژه که از پشتیبانی مالی و سیاسی زیادی در آلمان برخوردار است با مخالفت ایالات متحده و بسیاری از متحدان اروپایی آلمان همراه شده است. نورد استریم 2 قرار است گاز را مستقیما از روسیه به آلمان از زیر دریای بالتیک منتقل کند. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. در بازار ارزهای مجازی نیز روند نزولی امروز هم ادامه یافت. در بین مهمترین ارزهای مجازی امروز بیت کوین با 2% کاهش به زیر 10,000 دلار رسید. اتریوم 5% کاهش داشت. ریپل و لایت کوین 3.2% از دست دادند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @pressclipsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.